من مسعود فردمنش هستم، متولد اول اسفند ماه 1328 در تهران. روز تولد من و فتی آمری هر دو اول اسفنده. این ولی خب سالش قرنها با هم دیگه فاصله داره. من فتیه آمری هستم و در شهر گرم و رویایی اهواز در خیابان آمری به دنیا اومدم و هنوز هم شبها که میخوابم در رویاهای خودم میرم به اون کوچه های قدیمی قشنگ و میرم لب شط و اونجا قدم میزنم و هوایی تازه میکنم و اون شهر رو از دل و جونم دوست دارم و دلم همیشه براش تنگه. عرضم به حضورتون که در نوجوانی کار جدی شعرم رو از رادیو ایران شروع کردم. با آقای ایرج همکاری اولین همکاریمو داشتم و از 24 سالگی فکر کنم وارد عرصه هنری و وارد عرصه شعر و شاعری شدم. اولین شعر خودم رو در سن 11 سالگی نوشتم و از همون 11 سالگی این عشق به نوشتن در من شعله‌ور شد که تا امروزم ادامه داره و خوشبختانه چکیده ای از اشعار منم در کتابی به اسم سرزمین خیال چاپ و منتشر شده. بکنم حدوداً بیشتر از 300 ترانه و شعر از کارهای من توسط خوانندگان عزیز اجرا شده. میتونم بگم با بیشتر خوانندگان معاصر خودم همکاری داشتم. سنگ تموم بذاره همه جا اشکم سرازیره و دل از زندگی سیره و انگار این روزا دل داره میمیره و میره پی کار. و اما اولین باری که به عنوان شاعر معرفی شدم 15 سال پیش بود در برنامه به نام شبانه با مسعود فردمنش که آقای مسعود فردمنش شعراشون رو اونجا دکلمه میکردن و حرفهای عرفانی قشنگشون رو میزدن و از اونجایی که من عاشق و شعرها و دکلمه های آقای فردمنش بودم و هستم به این برنامه همیشه نگاه میکردم و یک هفته ایشون اعلام کردن که کسانی که شعر مینویسن و دوست دارن که بیان شعراشون رو برای مردم بخونن اگر که قابل قبول باشه شعراشون من اجازه میدم که بیان و در این برنامه شعر بخونن. خب منم مثل خیلی ها داوطلب شدم که این کار رو بکنم و خوشبختانه آقای فردمنش شعرهای من رو پذیرفتن، تایید کردن و اجازه دادن که من برم توی برنامه و دوتا از شعرهای خودم رو بخونم که خدا رو شکر با استقبال مردم هم روبرو شد. غریب و بیگانه، غریب و بیگانه در کوچه های سرد انزوا ایستادیم بر سکوی تنهایی خیش با چشمانی که بستیم از آغاز روز
و دست هایی که گویی در رکای آبی رنگشان روزی خون گرم رفاقت می جوشید و می غلطید و می جهید بر کاغذ ایام. و بعد از مدتی هم در برنامه مکتب عشق با آقای مسعود فردمنش همکاریم شروع شد که مکتب عشق یک برنامه شاعرانه احساسی رمانتیک پر از شعر و پر از عرفانی هست که هنوز که هنوزه ادامه داره خوشبختانه. تا حالا فکرش رو کردی چه خوب میشه که برگردی؟ و سهمی که من در این برنامه دارم به غیر از این که شعرهای خودم رو دکلمه میکنم، من از اونجایی که به غیر از شعر قصه هم مینویسم، قصه های کوتاه، قصه های خودم رو در یک برنامه به نام زیر گنبد کبود اجرا میکنم که این قصه ها صرفاً فقط برای سرگرمی نیست، بلکه در انتهای هر قصه من یک نتیجه اخلاقی و فلسفی و عرفانی و اجتماعی از این قصه میگیرم و در واقع این قصه مجموعه این قصه ها مجموعه افکار و عقاید و باورها و فلسفه من در زندگی هست که به صورت قصه در میارم. و قسمت دیگه هم که اجرا می کنم تحت عنوان نخلستان خیال هست که من در این نخلستان خیال راجع به مسائل اجتماعی صحبت می کنم و در این مسائل اجتماعی از موضوعهای کلیشه‌ای دوری می کنم و بیشتر در مورد موضوعهایی صحبت می کنم که یا خیلی کم در موردشون صحبت می شه یا اصلا در موردشون صحبتی نمی شه. و اما آلبوم های حکایت که در از شناسنامه شعری منه، من اونها رو به عنوان شناسنامه شعری خودم قبول دارم و خیلی خوشحالم از اینکه روز و روزگاری نه چندان پیش این کار رو شروع کردم. اولین حکایت با آقای سیاوش قمیشی بود که حدوداً 20 سالی از عمر این آلبوم حکایت اول میگذاره. شکوه بسی شنیدم از دل درد کشیدم، کور شوم جست و اگر زمزمه ای دگر کنم. مقصد و مقصودم تویی، عشقم و معبودم تویی، از تو هزار می کنم سایه مگر سفر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، تو به نمی کند اثر مرگ مگر اثر کند. حکایت دهم یا
اسم دیگرش حکایت عاشقی ها. ما حکایت عاشقی ها اسم گذاشتیم و بعضی ها حکایت دهم صداش میکنن. حکایت دهم مثل آلبوم های حکایت نهم و هشتم من با همکاری فتی عامری است. ایشون از حکایت هفتم همکاری رسمی شعریشون رو با من شروع کردن. در حکایت هفتم قصر آرامش رو از کارهایشون من اجرا کردم. و اما من و حکایت. از حکایت هفتم بود که آقای فردمنش یکی از شعرهای من رو به اسم قصر آرامش دکلمه کردن. من قصر آرامشم رو در پشت دیوار بلند شب ساختم و با عادت مهربان شب آشنا هستم. یک شعر بالا بلندی که آقای فردمنش قسمتی از اون رو دکلمه کردن. نبرد دستی با دستی دیگر برای یک سکه بیشتر یا کمتر با من غریبه است و من تنها میمانم، تنها میمانم. من قصر آرامشم را در پشت دیوار بلند شب ساختم. من درون خیمه زیبای شب بر بال رنگین خیال پرواز می کنم. می رسم به دری سبز گشوده به باغی تازه تر از صبح بهار. و در حکایت هشتم و نهم چهار یا پنج عدد از شعرهای بسیار زیبایشون ما استفاده کردیم که خودشون و من با هم دکلمه کردیم. کوله بار عشق تو را من میگذارم بر زمین، بار عشق تو بر دوش کشیدن سنگین است، جان فرساست. در زیر این کوله بار سنگین شکستم، خستم و خستگی روحم از صبوری عشقم بزرگتر است. عشق تو گرد بادی است، من تکیه بر باد دادم. میتونم بگم که کارهایی که در حکایت هشتم و نهم بود من حتی بیشتر از شعرهای خودم دوست داشتم و برای همین اصرار ورزیدم که در اجرای این شعرها با ایشون همصدایی کنم. و بادی که نرم و بی وسوسه میوزد بر بیشه های سبز بلند، و کوچه های باریک و بی انتها، و خانه هایی پر از آینه های امید، و تاخچه هایی که بر آنها نشسته است کتابی پیچیده در مخمل سبز ایمان و تحول و یقین. بعد اینو اضافه کنم که بعضی از شنوندگان و بینندگان برنامه ما همیشه فکر میکنن و فکر میکردن که شعرهایی که من از شعرهایشون دکلمه میکنم شعرهای منه و اینجا بعضی موقع حقشون پایمال میشه و من بارها در برنامه تلویزیونی خودم در مکتب عشقشون اعلام کردم. اینجا هم این بار میگم که کارها که من با ایشون دوتایی اجرا میکنیم تمامی تا حالا شعرهای ایشون بوده. من شعرهای خودم رو تکی اجرا کردم همیشه. دلتنگ دلتنگم و راه فراری نیست از این دلتنگی، بار زندگی بر دوشم سنگین و آوای ناامیدیم بلند، پنجری گشوده نیست به باغ مهتاب، اینجا تاریک تاریک است. شمع امیدم از اشکهایم خیس و به هیچ حیله ای دیگر روشن نمی گردد، اینجا تاریک تاریک است. و بعد از اینکه قصر آرامش من رو به دنیای
پر از احساس و شاعرانه حکایت‌های آقای فردمنش برد در حکایت هشتم و نهم و همکنون در حکایت عاشقی‌ها یا به گفته خیلی‌ها حکایت دهم موفق شدم که خودم اشعار خودم رو دکلمه بکنم، که در حکایت هشتم 4 از شعرهای خودم رو دکلمه کردم، در حکایت نهم 3 و در حکایت عاشقی ها 6 از شعرهای من وجود داره که 3 رو خودم به تنهایی دکلمه کردم و 3 رو هم آقای فردمنش با من دکلمه و هم صدایی کردن. به پایان خواهد رسید، به پایان خواهد رسید این لحظه های ملتهب، این لحظه های تاول زده تبدار. و اما حکایت دهم، حکایت عاشقی ها، فتی آمری 6 از شعرهاش اجرا شده، 3 خودشون اجرا کردن، 3 ما با هم اجرا کردیم و 5 از شعرهای من اجرا شده. تمامی آلبوم دکلمه است و شعر و شعر است و دکلمه. از غم توی چشمات در بدری میبینم، با مجنونای عالم همسفری میبینم. یه چیزی مثل عشقه که با تمام قدرت میزنتم زمینم. تمام اشعاری که در حکایت‌ها و برنامه مکتب عشق و اشعاری که بر روی یوتیوب قرار گرفته که اونها با دکلمه من و آقای فردمنش هست، باید بگم که این شعرها از سروده‌ها و نوشته‌های من هستش که آقای فردمنش لطف کردن و این اشعار رو با من دکلمه کردن. پشت سر را نگاه نمی کنم دیگر، که در آنجا فقط خاطراتی استادند. نه، پشت سر را نگاه نمی کنم دیگر. نه، نگاه نمی کنم دیگر. این بار در آلبوم حکایت دهم رنگ و روی تازه‌ای از اشعار من و ایشون رو می‌بینید. ایشون از زندگی صحبت می‌کنن، از آیه‌های دوستی صحبت می‌کنن، از پشت سر را نگاه نمی‌کنم صحبت می‌کند و کسی هست که من او را دوست دارم و کسی هست که او مرا دوست دارد و این گونه بود که عشق آغاز شد و شعر زیبای دوباره. قلبی که می‌داند، قلبی که می داند زندگی وسوسه عاشق شدن است، زندگی وسوسه عاشق شدن است، و هجرت به رویایی دور، و هجرت به رویایی دور، و سفری بر مدار عشق، و سفری بر مدار عشق. و ویدیوهایی هم برای حکایت عاشقی ها ساختیم که تا به امروز تمام ویدیوها به جز یکیشون به کارگردانی من هست، چون من به کارگردانی و طراحی صحنه ام علاقه زیادی دارم. من هم از شعرهای خودم کدوم دیوونه قدرتو نفهمید، اون غم تو چشمات قصه برد باخت نیست، و گفته باشم نگی خبر نداشتم، رفتم سفر به بلای میل سفر نداشتم، و حکایت عاشقی ها که حرف حکایتی دیگه است. کدوم دیوونه قدرتو نفهمید، کدوم عاشق نگاهت رو نمیدید، کدوم پروانه پر زد از گل تو، کی بازی کرد آخر با دل تو.
و این حکایت عاشقی ها باید بهتون بگم که پر از عشق، پر از احساس، پر از لطافت، پر از قشنگی، پر از محبت، پر از عاطفه است، پر از یک رنگی و پر از حرفای قشنگ و امیدوار کننده و رویایی. چه روز قشنگی، بلبل بر درخت و پروانه بر گل و گل در خاک نشسته. آفتاب عید نشین میتابد از آن سوی سایه. هوا پر از بوی پاییز است و حوض خانه پر از ماهی های بیتاقت. و اما یکی از شعرهای دیگر حکایت عاشقی هاست که از نوشته‌های من هست به نام سایه، که کیست در این سایه، کجا می رود. من خیلی دوست دارم این کار رو، اما متاسفانه هنوز براش ویدیو درست نکردیم که پخش کنیم. و موردی که دوست داشتم بگم، ما 5 ویدیو از حکایت عاشقی ها رو ساختیم و بعضیش رو پخش کردیم، بعضیش هم به زودی پخش میکنیم، که اینها تمامی فیلم برداری هاش و تدوین این ویدیو ها از دوست عزیزمون آقای علی جداری است، که سالهاست با هم همکاری داریم در برنامه مکتب، سالها با هم همکاری داشتیم. دوستی ما با علی جداری، فیلم بردار و تدوین کننده ویدیوهای حکایت عاشقی ها، از سالها سال پیش هست که در برنامه مکتبش ایشون فیلم برداری و تدوین برنامه مکتبش رو به عهده داشتن و این دوستی ما ادامه پیدا کرد تا امروز که 5 از ویدیوهای ما رو ایشون تدوین و فیلم برداری کردن و تمامی اونها رو هم فتیه آمیری کارگردانی و طراحی کرده. من در بیشه های خشک تنهایی دانه های آشنایی را کاشتم و قایق فاصله را به ساحل دوستی راندم، اما کس به یاری من نشتافت. و همون جوری که این شعرها و دکلمه ها از عمق جان ما برخواسته و با عشق و با احساس یکرنگی و خالصانه دکلمه شده و ما اینها رو بر طبق اخلاص خودمون گذاشتیم و به شما تقدیم میکنیم و امیدواریم که، حداقل من امیدوارم که شعرهای من اون احساسی که من درشون به کار بردم و از عمق جان من اومده بیرون مورد توجه شما قرار بگیره، شما کسانی که شعر دوست دارین و اینجور کارها رو میپسندین. آلبوم حکایت عاشقی ها تمامی آهنگ های بک‌گراند شکارهای منه و دوست عزیزم آرا هایراپتیان این کارها رو تنظیم کرده و دستش درد نکنه که بسیار تنظیم های زیبایی رو انجام داده. و این آلبوم از طریق شرکت ترانه از آقای بارتان آونسیان و جهانگیر تبریایی هم اینجا تشکر میکنم که این آلبوم رو در اختیار شما عزیزان قرار میدن و قرار دادن و دست تمامی عزیزانی که در این آلبوم با ما همکاری داشتن درد نکنه و از همه شما متشکرم. وقتی که چشم به چشمات زل میزنم میدوزم، حس میکنم آتیشه، گر میگیرم میسوزم. و در نهایت دوست دارم از تمام کسانی که شعرهای منو، دکلمه های منو، گفتارهای من رو دوست دارن، من رو تشویق میکنن، بر کارهای من مهر تایید میذارن، از کسانی که برای من پیغام های پر از مهر و محبتشون رو میفرستن و به من دلگرمی میدن، من ازشون تشکر میکنم و از شما خیلی ممنونم و براتون آرزوی خوشبختی و آرامش خیال دارم و خدا نگهدار همتون باشه.
و در اینجا از تمامی شما عزیزان تشکر میکنم که شعرهای منو دوست دارید، به شعرهای من توجه میکنید، گوش میکنید و برنامه تلویزیونی مکتب عشق ما رو میبینید. ازتون متشکرم، از پیامهای محبت آمیزتون، از ایمیلاتون، از پیغامهای تلفنیتون و چیزی ندارم غیر از این که این محبت ها و این لطف شماست که ما هنوز که هنوزه می نویسیم و هنوز که هنوزه آلبوم ریلیز می کنیم و در اختیار شما قرار می دیم. و خلاصه محبتاتون از ما دریغ نکنید که ما بتونیم باز هم به نوشتن اشعار خودمون ادامه بدیم. خدا نگهدار همتون، همتون رو به خدا می سپارم و انشالله که همیشه صحیح و سالم و تندرست باشید.